خب سلام دوستان به ویدیو دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه باکس تیم رو روی پلتفرم چای هکوی انجام بدیم. اول از همه به وی پی ان خودتون متصل چین، باکس رو دیپلوی کنید و تارگت آی پی خودتون از اینجا دریافت کنید. دقت داشته باشین که توی دیسکریپشن باکس در واقع به ما گفته 3 تا 5 دقیقه به باکس مهلت بدین تا به صورت کامل بوت شه. و یه نکته کلیدی دیگه که ما باید در واقع مد نظر داشته باشیم اینه که بریم هینت در واقع تسک اولمون رو ببینیم که به ما سجست میکنه که در واقع یک این وبسایتی که قرار باش روبرو بشیم یک قسمت دیو یا دیولوپمنت داره که از اونجایی که ممکنه تازه دارن درستش میکنن یه سری نقصا داشته باشه که خب این خیلی به ما کمک میکنه. آی پی رو دریافت میکنیم، میریم توی اتسی هست خودمون واردش میکنیم. همونطور که میبینید من اینجا از قبل این کارو انجام دادم، اسمش هم گذاشتم team.thm. میریم که راست اسکن رو ران کنیم تا پورتای بازو بهمون نشون بده. SV version enumeration, SC default scripts و ON key output داشته باشیم توی دایرکتوری nmap که اسمش رو بذاریم all ports. همونطور که میبینید سه تا پورت باز برای ما پیدا کرد، 21 که به صورت دیفالت FTP، 22 به صورت دیفالت SSH و 80 هم که به صورت دیفالت HTTP. خب ما میریم این سایت رو ببینیم که اصلا چی هستش. team.thm. خب من اول که داشتم این باکس رو انجام میدادم خودم چندین ساعت سر این بودم که این قسمت دیولوپمنتش رو پیدا کنم. مثلا توی دایرکتوری یا دیو نگاه میکردم دیولوپمنت و اینا، در واقع هیچی پیدا نکردم. آخر داستان رسیدم به این که برم دنبال ورچوال هوست دیسکاوری که در واقع ساب دومین هایی که مثلا ممکنه برای دیولوپمنت باشن رو پیدا کنم. خب ما چه شکلی این کار رو انجام میدیم؟ اول از همه با استفاده از curl dash s silent h برای یک هدر، اسم هدرمون هم هسته، یه اسم که در واقع وجود نداره به عنوان ساب دومینش قرار میدیم team.thm و http مون هم که همونه team.thm میزنیم. ریدایرکتش میکنیم توی ورد کاونت که در واقع بهمون بده اون بهمون بگه که اون در واقع سایزی که این ساب دومینی که وجود نداره چقدر سایزش. خب همونطور که میبینید 11366 ما این عدد رو در واقع مد نظر میگیریم که در نظر میگیریم که در واقع بدونیم چه شکلی فیلتر کنیم. با استفاده از فاف در واقع فاز میکنیم سایت رو، ورددیس بهش میدیم، آپت سک لیست که میتونید از گیت هاب دریافت کنید، فازینگ و در واقع دیسکاوری توی اگه اشتباه نکنم وب کانتنت، نه DNS و سابدومینز 5000 در واقع برتر از 1,000,000. دوباره هدر بهش میدیم هاست، این قسمت رو میخواییم فاس کنیم در واقع سابدومینش رو team.thm. URL مون هم که http همون team.thm هستش اگه اشتباهی بعد اون در واقع عددی هم که بهتون گفتم با استفاده از curl بهش رسیدیم باید به عنوان فیلتر سایزش با استفاده از dash fs استفاده کنیم. پس 11,366. خب همونطور که میبینید اون چیزی که ما میخواستیم رو پیدا کرد، اون در واقع ساب دومین دیو رو پیدا کرد برای ما و ما اینو میریم توی دوباره اتسی هست خودمون وارد میکنیم. خب حالا اگه بریم ببینیم این dev team.thm چی هست، site is still being built و place holder link to team share. خب اگه روی این کلیک کنیم، شما اگه در واقع ویدیو اول منم نگاه کرده باشین میدونید که ما اونجا در واقع یک LFI رو exploit کردیم یا local file inclusion که اینجا هم اگه توی URL نگاه کنیم یه چیزی شبیه اون داریم. پس میگیم برای مثال etsy password رو به ما نشون بده که تمام یوزرهای روی باکسن و همونطور که میبینید ما لوکال فایل اینکلوژن داریم و دو تا یوزر دیل و گیلس هم اینجا هستن که بش در واقع شل ورودیشونه. خب باز دوباره من وقتی داشتم این باکس رو انجام میدادم چندین ساعت سر اینجا گیر بودم که چیکار کنم. لاگ فایل پوینزنینگ رو استفاده کردم، در واقع یعنی سعی کردم که ازش RCE بگیرم ولی خب موفقیت آمیز نبود. آخر رفتم توی در واقع این سک لیستی که بهتون گفتم از گیت هاب بگیرید. یک لحظه، یک قسمت توی قسمت فازینگش در واقع
چی داشت؟ LFI داره، یک دایرکتوری به اسم LFI داره که شما میتونید فایل های کامند توی لینوکس رو در واقع از توش کپی کنید و عنوان پیلود توی این برای پیلود در واقع توی اینترودر برپ سویت استفاده کنید. پس ما همه اینا رو کپی میکنیم. برپ سویت رو ران میکنیم و میریم که در واقع این ریکوست رو اینترسپت کنیم. اگر هم نمیدونید برپ سویت چیه و کاراش چیه و این قضایا، بگین که یه ویدیو براش بذارم به طور کامل، چون که خیلی در واقع داستان داره خودش. خب میریم توی پوزیشنز، همونطور که میبینید جای درستی و خودش به صورت دیفالت انتخاب کرده توی پیلودز سیمپل لیست و اون حالا LFI لینوکسی رو که کپی کردیم میایم اینجا پیست میکنیم و استارت تک رو میزنیم که ببینیم این فایل ها چی دارن برامون. خب همونطور که میبینید مثل اینکه فایل هایی که نمیتونیم بخونیمشون سایزشون 167، ولی فایل های دیگه که حالا اطلاعاتی به ما میدن سایزشون فرق داره. وای میستیم که این خورده رانچ، اگه دیدم داره طول میکشه ویدیو رو پاز میکنم و وقتی اون نتیجه که ما میخواستیم رو برامون آورد در واقع برمیگردم. خب همونطور که میبینید نتیجه‌ای که ما دنبالش بودیم برگشت. حالا از کجا میدونیم این چیزی که ما دنبالشیم؟ یکی اینکه خب لنگث یا همون سایزش فرق داره، پس یعنی ما در واقع پرمیشن داریم که اینو بخونیم. دو اینکه من وقتی داشتم برای اولین بار در واقع همه این باکس رو انجام میدادم، همه اینایی که لنگثشون فرق داشت و به صورت تک تک مقایسه کردم دیدم. و یک چیز جالبی که توی کانفیگوریشن در واقع SSH دیدم، اگه ما اینو بفرستیمش توی ریپیتر و سنت کنیم تا ریسپانسش رو بگیریم، میبینید که در واقع IDRSA دیلو اینجا به ما میده. پس ما این رو به صورت کامل کپی میکنیم، میایم روی باکس خودمون قرارش میدیم، کات میکنیم که در واقع هشتگ های اضافی رو از تهش برداریم. توی فایل مثلا real IDRSA میزنیم، chmod در واقع 600 بهش میدیم تا در واقع SSH بهمون گیر نده. آی پی مونم که 254.109. خب همونطور که میبینید ما در واقع فوتهولد اولمون رو گرفتیم. برای پریوست اگه سودو داش الو بزنیم که ببینیم میتونیم چی کار کنیم، به عنوان این یوزر و بدون نیاز به پسورد میتونیم همچین حالا به نظر اسکریپتی رو ران کنیم. پس ما اینو در واقع کت میکنیم که ببینیم چی هست. همونطور که میبینید اسکریپت بشه پرینت میکنه که reading stats از همون نیم رو میخواد که میذاره توی stats.txt و the date رو میخواد که در واقع میذارش توی error و redirectش میکنه در واقع errorشو به dev null. پس ما اینجا میتونیم command injection قرار بدیم که یعنی اگر این وریبل در واقع ارور رو به بیم بش تغییر بدیم یا قرار بدیم، میتونیم بیم بش رو اسپان کنیم به عنوان این یوزر. پس sudo این یوزر که حالا اسمش هم یه خورده سخته و این اسکریپت. خب همونطور که میبینید وقتی رانش میکنیم اون دوتا لاین اول رو در واقع پرینت کرد. حالا اینجا یه چیزی بهش میدیم، دیتمون رو میذاریم بیم بش، دوباره اینتر رو میزنیم، آیدی رو میزنیم. همونطور که میبینید یوزر جدید رو گرفتیم و دقت داشته باشین که توی گروپ ادمین هم هست. خب میریم توی در واقع بذارین که من استیبلایز کنم اینو دات سپان بین بش. خب بری کردم متاسفانه یک بار دیگه، میذاریمش بین بش دیتو یا همون ارو رو پایدان در سی این پورت pty دات سپان و بین بش رو در واقع اسپان میکنیم. خب اگه بریم توی دو اس اش ام، من همین الانش هم در واقع لیمپیز رو اینجا آوردم و رانش کردم. حالا این لیمپیز رو که ران کردیم ما اینجا در واقع چند تا چیز مهمی که بهمون نشون داد. یکی این که اصلا مهمترینش، میتونیم توی پث که در واقع اینجا اگه ببینید یا همون مسیر حالا variable path environmentش اگه برسیم بهش
اینجا user local bin و اینجا user local bin. در واقع گروهی که ما توش عضو هستیم همون ادمین میتونن این اسکریپتیو که توی اون پتی که الان بهتون نشون دادم user local bin در واقع مادیفای کنیم. پس ما چیکار میکنیم؟ در واقع اول اصلا کت میکنیم که ببینیم چی هست این اسکریپت. عذر میخوام. اینو کت میکنیم که میبینید که در واقع کپی میکنه به صورت ریکورسیو هر چیزی رو که توی team.thm باشه به اینجا. خب ما وقتی در واقع LSL رو روی این جایی که توش کپی میکنه بزنیم میبینیم که تمام فایلی که ایجاد شده حالا یا کپی شده توسط یوزر روت بوده. پس این چی به ما سجست میکنه؟ به ما میگه که این حالا در واقع اسکریپت به صورت حالا اینجا هم اگه ببینیم یه LSL روی اینم بزنیم میبینید که اینجا هم تمام فایلای توش در واقع متعلق به روت هم. پس این به ما سجست میکنه که در واقع این اسکریپت داره به صورت یک کران جاب یا یک کران تاسک ران میشه توسط یوزر روت. و ما اگه LSL روی خود این اسکریپت بزنیم، الشو جا انداختم، میبینید که حالا افرادی که متعلق به گروه ادمین باشن که ما هم جزشون بودیم میتونن در واقع همه کاری روی این در واقع پرمیشن دارن که همه کاری روی این اسکریپت انجام بدن. پس ما چیکار میکنیم؟ در واقع اینو مودیفای میکنیم که یک ریورس شل باشه که به لسنر ما در واقع کال بک کنه. اگه من برم توی اینجا و در واقع ریورس شل رو کپی کنم تا اون موقع یک لیسنر هم بذاریم برای 4242 میتونیم بیایم اینجا یه بار دیگه اینو بزنیم. اون موقع پروکسی برپم آن بود. بیایم در واقع ریورس شل بش رو کپی کنیم و بذاریم اینجا. پورتش که اوکیه، آی پیش رو عوض کنیم بذاریم 10.9.7.45 و در واقع مادیفایش کنیم و منتظر شیم که کالبکمون رو بگیریم. حالا من یه بار کتش کنم ببینم درست در واقع مادیفایش کردم یا نه. و 10.9.7.42.42 و بله درسته، سرب میکنیم که در واقع کالبک روتمون رو بگیریم. اگر طول کشید من باکس رو در واقع ویدیو رو پاز میکنم و وقتی کالبک رو گرفتیم دوباره، خب نه مثل اینکه نیازی نیست پاس کنم، کالبک رو گرفتیم همونطور که میبینید به عنوان در واقع آیدی روت و اینجا میتونیم در واقع تمام فلک ها یا همون root.txt و user.txt رو در واقع ریتریف کنیم. خب امیدوارم که از این والکترو لذت برده باشین. اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه درخواست ویدیویی داشتین من سعی میکنم که انجام بدم. مثل اینکه جزء اولین رایتاپ ها هم نیستیم، رایتاپ ها براش اومد بیرون ولی خب ایرادی نداره، یه باکس جدیدم اومده که من دارم روی اون کار میکنم و وقتی اونم تموم کنم در اسرع وقت بعد این ویدیو ویدیو اونو میذارم. خب تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.